مجدداً خیر مقدم عرض میکنیم خدمت همه میهمانان عزیز و ارجمند، سروران عزیز که در جلسه شرف و حضور دارند. خیر مقدم ویژه عرض میکنیم به جناب آقای دکتر عبدالکریمی، استاد فرهیخته دانشگاه. خوش آمدید به جلسه ما. و خدمت همه عزیزان، جناب آقای بخشدار، بخشدار محترم بار اسران و همه عزیزانی که تو جلسه شرف و حضور دارند، شوراهای محترم شهر و روستا، همونطور که جناب آقای فرماندار هم به درستی اشاره کردن، ما روز کارگر و روز معلم رو هم پیش رو داریم. با یک شعر کوتاه از دکتر شفیع کتکنی به استقبال فرمایشات دکتر خواهیم رفت. از سر ساقه خردی ناگاه میپرد سیره نو پروازی به سر ساقه خردی دیگر، و در آنجا چندی به عجب میماند. چه شکوهی دارد کشف اسرار الفبا وقتی کودکی آب را میخواند. سلامتی همه معلمان و همه اساتید عزیزی صلوات بفرست. دعوت میکنیم از جناب آقای دکتر عبدالکریمی، استاد معظم و فرهیخته دانشگاه، با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام و عرض ادب دارم به خدمت همه دوستان عزیز. سپاسگزارم از اینکه بنده را قابل دونستید به جمع خودتون راه دادید تا دقایقی مصده اوقات بشم. واقعیتش نمیدونم از اینکه در این جمع هستم خوشحالم یا خوشحال نیستم. دلایلش هم ذکر میکنم که چرا از اینکه در این جمع قرار گرفتم احساس دوگانه‌ای دارم. اولا خب خوشحالم در جمع نمایندگان مجلس، برخی از چهره‌های سیاسی اجتماعی کشور، در حضور شخص بخشدار فرماندار، معاونین محترمشون هستم. باید اقرار بکنم که من از چنین تجربه‌ای که در میان جمعی از متولیان رسمی امور قرار داشته باشم کمتر یک چنین تجربه‌ای داشتم و بیشتر تجربه من تجربه معلمی است. واقعیتش اینه که در یک چنین جمع‌های رسمی ادبی حاکمه و این ادب ادب ظاهره، و من معلم گاه احساس می‌کنم باید به ادب باطن صحبت کرد، و همیشه ادب باطن با ادب ظاهر در واقع سازگاری نداره. ادب ظاهر ادب به رسمه. من در بعضی از محافل رسمی شروع کردم، حضور داشتم، بعضی از دوستان آنچنان ذهن و حافظه قوی داشتم، به ترتیب شروع میکردن از نماینده ولی موفقیت با اسم و رسم، از آقای شهردار، از آقای بخشدار، از فرمانده محترم استقلال، یکی یکی با اسم و رسم تشکر میکردم. من قبطه میخوردم که چقدر حافظه های قوی است که یه لیست 20 نفر رو با تمام مقامات و پست ها حفظ میکنم. دقیقاً گفت مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه. نکته دیگری که از حضور خودم در اینجا چندان خرسند نبودم اینه که به عنوان یک معلم فلسفه باید بگم کامیونیکیشن خیلی دشواره.
اصلا مسئله چنین نیست، چون من به زبان فارسی حرف میزنم و شما به زبان فارسی تکلم میکنید و میشنوید، ما با هم میتونیم ارتباط برقرار کنیم. باز به عنوان یک نکته فلسفی خدمتتون بگم، گفته میشود روزگار ما روزگار ارتباطات، عصر ارتباطات و وسایل ارتباطی در هیچ دوری همچون روزگار ما ارتباط میان انسان‌ها رو ساده نکرده. شبکه‌های اجتماعی، اینترنت، موبایل و خیلی از فسیلیتی‌های دیگه. اما به عنوان یک کارشناس حوزه فرهنگ باید بگم در هیچ دوره از تاریخ بشر همچون روزگار ما ارتباط انسانی به یک بحران و به یک امر مشکل دوش تبدیل نشده. آنچنان که امروز ممکن من با همسرم 40 سال سرمون رو بر یک بالش گذاشته باشیم و هم نفس بوده باشیم اما حرف هم دیگر نفهمیم. آنچنان که امروز من تمام وجودم رو برای فرزندانم قرار دادم اما به سهولت نمیتوانم با فرزندانم ارتباط برقرار بکنم. لذا ارتباط مسئله ساده ای نیست. ارتباط به هیچ وجه مسئله ساده ای نیست. و این مشکل رو من فکر میکنم در فضای کنونی هم، یعنی در همین جمع، در زیر همین سقف هم ما داریم. یکی از دلایلی که نگران بودم من حضورم در این جمع میتواند معنادار باشه یا بی‌معنا، اینه که شکاف عمیقی میان دو حوزه نظر و عمل وجود داره. همینجا اعلام بکنم که من هیچ تجربه اجرایی در طول عمرم نداشتم و البته پیشنهاداتی داشتم و هیچگاه نپذیرفتم. من نسبت به حوزه عمل یعنی حوزه اجراییات بسیار بسیار غریب و بیگانه هستم و از تک تک شما باید بیاموزم. اما این رو میفهمم حوزه عمل اختزاعاتی داره. قرار گرفتن در یک سیستم، قرار گرفتن در یک نظام سلسله مراتبی و مبتنی بر یک هایرارکی و اینکه هر فردی مأمور است که وظیفه‌ای که از بالا به او دیکته شده انجام بده. اما من معلمم و حوزه نظر اصلا چنین نیست. من به هیچ سیستمی تعهد ندارم، فقط و فقط به یک نقطه مطلق و لابشرط به نام حقیقت تعهد دارم. وقتی من سر کلاس میرم با بچه هام در مورد حقیقت صحبت میکنم. به حال به دلیل نگرانی که آیا من میتوانم با دوستانی که در ساحت به اصطلاح عمل هستن و من در یک حوزه دیگر هستم ارتباط معناداری برقرار بکنم، یعنی این دلنگرانی بزرگ من بود از اینکه آیا میتوانم در این جمع من حضور معناداری داشته باشم یا نه. به حال از همین جا بحث رو شروع میکنم. به اعتقاد من شکاف عمیقی که میان دو ساحت نظر و عمل وجود داره یکی از ریشه‌ای ترین در واقع علل بحران ها و مسائل ماست. اگر بخوام در واقع به زبان ادب باطن و خارج از تعارفات رایج صحبت بکنم، فقر تئوریک تمامی تار و پود کشور ما رو در بر گرفته و نوعی پوپولیسم، نوعی عوام‌زدگی و نوعی عوام‌گرایی در تمامی لایه‌های ساختار اجتماعی ما، در همه نهادها، از صدر و ذیل هرم اجتماعی ما در واقع وجود داره. ما پرسش‌های سترگ رو کوچک می‌کنیم تا بهش پاسخ‌های دم دستی بدیم. اکاش سرکار خانم معافی بودن تا این تذکار من هم می‌شنیدن. ما از شوراها دفاع می‌کنیم و می‌گیم نگران نباشید، هیچ شورایی نداریم که تحت نظر بخشدار، فرماندار، استاندار و تا مراتب بالا نباشه و همه چیز تحت نظره. اما من میتونم اعلام بکنم در مراتب بالا خیلی تصمیم ها گرفته میشه که شوراها خبر ندارن. و آیا فلسفه شوراها این است که تحت نظام سلسله مراتبی از پایین به بالا باشه یا قرار نظارت از پایین به بالا باشه؟ اینها تعارضات نظری است که ما با سلام و صلوات ازش به سادگی میگذریم و چون درگیر مسائل اجرایی هستیم کمتر بهش فکر میکنیم. من امروز یک دغدغه خیلی جدی پیدا کردم این روزها و میخوام این دغدغه رو با شما در میون بگذارم. میخوام در اینجا که بخشی از وزارت کشور ماست در واقع طرح یک پرسش بکنم. پرسشی که همه ما و به خصوص کسانی که در وزارت کشور هستن باید به نحو جدی تری بهش بیاندیشن. پرسش اینه: چگونه یک کشور
کشور میشه؟ آیا هر جماعتی رو اسمش رو میشه گذاشت کشور؟ یا یک جماعت، یک مردم باید ویژگی هایی داشته باشن تا به یک ملت تبدیل بشن؟ سوال من اینه که چه چیز یک جماعت رو تبدیل به یک ملت میکنه؟ مثل این میمونه که ما بگیم ما یه حزب میخوایم تشکیل بدیم و همه کسانی که در این سالن هستن اعضای این حزب هستن، اما این حزب واقعیت نداره. برای حزب بودن یک حزب صرف تجمع لازم نیست، اوصافی باید بر این جمع حاکم بشه تا این جمع به یک حزب تبدیل بشه. هر زن و مردی زیر سقف برن خانواده نخواهند بود. اگر ما برای هر دختر و پسری عقدی بخوانیم و اونها رو زن و شوهر اعلام بکنیم، خانواده تحقق نخواهد یافت و گاه این زن و شوهر که زیر یک سقف میرن زندگیشون به یک جهنم تبدیل میشه. پس سوال این است، چه شرایطی باید باشد تا یک عقد رو تبدیل به یک خانواده بکنه؟ چگونه یک جماعت به یک کشور تبدیل میشه؟ یک جماعت به یک ملت تبدیل میشه؟ این سوالی است که همه ما باید بیاندیشیم، هم روشنفکران هم دستان در کاران اجرایی کشور. اگر بخوام خیلی سریع بگم، به نظر من مردم ما با انقلاب ایران گام‌های بزرگی برای ملت شدن برداشتن، اما هنوز برای ملت شدن ما گام‌های بسیار بسیار بزرگ دیگری باید ورداریم. اما در وزارت کشور ما چقدر به این مسائل اندیشیده میشه؟ هنوز هیچ وزیری رو نشناختم در این 40 سال که بکوشه به این پرسش بیاندیشه یا به این مسئله درگیر باشه که چه چیز یک ملت رو ملت میکنه. چنانکه هنوز هیچ وزیر فرهنگی رو من ندیدم که بتونه به این سوال جواب بده که فرهنگ چیست، امر فرهنگی تمایزش با امر سیاسی چیست، مؤلفه های خرد ایرانی چیست، مؤلفه های بنیادین هویت ایرانی اسلامی چیست. هنوز هیچ وزیر آموزش پرورشی رو ندیدم که فهمش از وزارت آموزش پرورش صرف گرفتن بودجه و تقسیم بودجه بین کارمنداش و مدارس و غیره نباشه و یک نظریه درباره نظام آموزشی داشته باشه. وقتی هم از امنیت صحبت میکنیم، با بچه‌هایی که در حوزه حراست و امنیت صحبت میکنن، میبینم امنیت رو بیشتر امنیت فیزیکی میفهمن و ترس و لرزی که در دل مردم ما از کاهش ارزش پول ملی کشور رو درک نمی کنم اگر قرار ما کار امنیتی بکنیم. بس میبینید وجوه زیادی در مورد غفلت واقع میشه و این همون دلایلی است که میگم پوپولیسم سراسر نظام اجتماعی ما رو گرفته و در مرحله دوم انقلاب بعد از 40 سال فکر میکنم ما باید اندیشه دیگری بکنیم و نوعی آگاهی رو وارد ساختارهامون بکنیم و شاید به همین دلیل احساس کردم شاید وجود من معلم در این جمع بتونه معنادار باشه و به این اعتبار میتونم وجود خودم در این جمع خرسند باشم. من خیلی گذرا فقط میخوام چند مفهوم رو بیان بکنم. شاید اینها زمینه‌هایی باشه برای اینکه مسئولین ما در چارچوبی که سعی میکنم ترسیم بکنم راجع به همه مسائل کشور از جمله مسائل شوراها بیاندیشیم. یک نکته، جهان، تاریخ، زندگی سوژه محور نیست. حرفم خیلی ساده است، جهان، تاریخ و زندگی بشر محور نیست. همه جهان حول محور اندیشه های ما نمیچرخه، این جهان رو صاحب دیگری است و ما کسانی که مدعی تفکر دینی هستیم باید بدونیم صاحب این جهان حقیقت دیگری است. تاریخ هم چنینه، تاریخ بر اساس طرح‌ها، تصمیم‌ها و اراده‌های ما نمی‌چرخه، حتی زندگی ما بر اساس صرفاً طرح‌ها و اندیشه‌ها و نیات و قصدهای ما نمی‌چرخه. به زبان خیلی ساده‌تر، حرفم خیلی ساده است، همه ما کودک که بودیم، همه ما که در دبیرستان یا در مدرسه که می‌رفتیم یک انشا که می‌گفتن بنویسید این بود در آینده می‌خواهید چه کاری شدید.
همه ما نوشیم بزرگ شویم، میخواهیم معلم شویم، دکتر شویم، مهندس شویم. اما هیچ کنون از ما ننوشت بزرگ شوم میخواهم یک کارمند یک فروشگاه کفش در خیابان مثلا لاله‌زار شوم. هیچ کدوم از ما در انشاهاش ننوشت بزرگ شوم میخواهم زنم را طلاق دهم. هیچ کدوم از ما در انشاهاش ننوشت بزرگ شوم میخواهم بچه‌ام از زندان سر در بیاورد. اما بچه‌های ما زندان میفته، زندگی های ما میپاچه و خیلی از امور در زندگی ها روی میده، خیلی از امور در زندگی ها روی میده که تابع نقشه ها و تصمیم گیری های ما نیست. لذا به اعتقاد من ما دو گونه سیاست داریم: سیاست خود بنیاد و سیاست حقیقت بنیاد. سیاستی که دائما خودش رو محور میکنه و اراده ها و تصمیمات خودش رو میخواد به واقعیت ها تحمیل بکنه، و سیاست هایی که گوش به واقعیت ها میسپاره و میخواد ببینه جهان، تاریخ و زندگی چگونه سخن میگوین و میگوشه منطق واقعی جهان، منطق واقعی تاریخ و منطق واقعی زندگی رو به اصطلاح فهم کنه. مفهوم دوم مفهوم تاریخیته. مطلب خیلی ساده است دوستان. ما در خلاء فکر نمی کنیم، ما در خلاء و در یک فضای اسیری، در یک فضای حورقلیایی زندگی نمی کنیم، کنش نمی کنیم، کار اجرایی نمی کنیم، سیاست ورزی هم نمی کنیم. دانشجویان فلسفه با این حرف من به خوبی آشنا هستند. همه فهم ها، همه تفسیر ها، همه رفتارها و همه کنشها همواره درون یک چارچوب تاریخی و درون یک چارچوب معنایی و درون یک چارچوب فرهنگی صورت میگیره. چنین نیست. خستتون کردم دوستان؟ خسته کردم تمام بکنم. چنین نیست که ما هر کاری دوست داشته باشیم بکنیم. من گاهی وقتا با دانشجویانم سر به سر میذارم، به خانم‌ها میگم خانم‌ها تو کلاسم کدومتون حاضرید زن مردی بشید که 4 تا زن دیگه داره؟ همه میگن اه نه. و سوال میکنم این نهی که میگید مال شماست یا مال روزگار شماست؟ و آیا در روزگاران گذشته خانومی زن مردی میشد که چند زن دیگه داشت؟ این مال نقطه ضعف اون زن بود یا حاصل چارچوب تاریخی و چارچوب معنایی خاص اون روزگار بود؟ پس حالا این حرف منو میفهمید، تاریخیت بشر رو میفهمید. ما مستقل از تاریخ نیستیم. فهمهای ما، کنشهای ما، سیاست ورزیهای ما با چارچوب تاریخی ما معنا داره و این همان معنایی است که گفته میشود فرزند زمان خود باش. فرزند زمان خود باش به این معنا نیست که ما هم از موبایل استفاده کنیم، به این معنا نیست که ما هم از وسایل تکنولوژی های دور جدید استفاده کنیم و فکر کنیم فرزند زمانیم. فرزند زمان بودن به این معناست که چارچوب های تاریخی خودمون رو بفهمیم. و یکی از انتقادات من اینه که در واقع سیاست ورزی در کشور ما از یک نوع تأخر تاریخی رنج میبره. یعنی در چارچوب های معنایی و مفهومی به کنشگری و سیاست ورزی میپردازه که در واقع از چارچوب عقلانیت روزگار ما و زیر جهان مدرن در واقع فاصله داره. ما بر اساس یک منطق قدیم میخوایم سیاست ورزی کنیم که در جهان زندگی میکنیم که مؤلفه هاشون منطق جدید و عقلانیت جدیدی شکل داده که با منطق قدیم بسیار بسیار فاصله داره. یکی از مفاهیمی که در جامعه ما که مدعی دینی بودن هم هستیم و کمتر اندیشیده میشه مفهوم تقدیره. مفهوم تقدیر به این معناست که ما در یک چارچوب های تابع اراده خود کنش نمی کنیم، فهم نمی کنیم و سیاست ورزی نمی کنیم. این مفهوم تقدیر رو میخوام به کمک یک جمله از هگل بیان کنم. هگل میگفت بدا به حال ایده هایی که تاریخ از اونها حمایت نمی کنه. حرف من اینه که بسیاری از کنشگری های ما و سیاست ورزی های ما در واقع با روح تاریخی روزگار ما سازگاری نداره. برای نمونه
برای نمونه با ظهور مدرنیته، تاریخ بشر وارد دوره جدیدی شد و روند تکوین تاریخ جهانی سرعت و شدت و حدت بیشتری پیدا کرد. یعنی تاریخ‌های محلی در واقع داره در دل یک تاریخ واحد جهانی هضم میشه. یعنی اگر قبلا ما اینجا هند رو داشتیم، اینجا چین رو داشتیم، اینجا خاورمیانه رو داشتیم، اینجا آفریقا رو داشتیم، مدرنیته در واقع جهان رو یک پارچه میکنه. اما در این نیم قرن اخیر با تحولاتی که در حوزه‌های تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی صورت گرفت، شدت تغییر و تحولات آنچنان سریع شده و روند تکوین تاریخ واحد جهانی آنچنان سرعت پیدا کرده که ما رو گیج و گم کرده و ما امروز با دومین شکاف تمدنی خودمون مواجه هستیم. یعنی اگر قبلا مسئله ما این بود که عالم زیست جهان سنتی خودمون رو با عالم مدرن چگونه سازگار کنیم، هنوز خود رو با عالم مدرن سازگار نکرده، جهان مدرن خود به بخشی از عالم کهنه و عالم کهن تبدیل شده، به زیر آب رفت و جهان تازه‌ای ظهور پیدا کرد، جهان پسا مدرن، جهان پسا سنتی. ما هنوز با احکام جوامع مدرن، جهان مدرن نتونسته بودیم خودمون تطبیق بدیم، امروز در واقع سیلی دیگری خوردیم. منظورم سیلیه سیاسی نیست، منظورم تحولات تاریخیه. خب لذا امروز هیچ امر محلی مستقل از تاریخ جهانی وجود نداره، هیچ امر لوکال مستقل از امر گلوبال وجود نداره. فهم هر مسئله‌ای باید در ارتباط با فضای فرهنگ جهانی باشه. وقتی از فرهنگ جهانی صحبت میکنم، مرادم آمریکا نیست، مرادم امپریالیسم نیست، مرادم نظام سرمایه‌داری جهانی نیست، که خود اینها بخشی از فرهنگ جهانی هستند، خود اونها هم تحت تاثیر فرهنگ جهانی هستند. من دارم از رویدادهای تاریخی صحبت میکنم، نه از دستیسه‌های سیاسی. بحثم رو به یک بحث سیاسی تبدیل نکنید، دارم یک بحث متافیزیکی میکنم. در یک چنین جهانی، در سراسر جهان، شهروندان خود رو به عنوان یک شهروند جهانی میخوان تعریف بکنند. امروز جوانان ما خودش رو دیگه نه به عنوان یک ایرانی، نه به عنوان یک شیعه، نه به عنوان یک مسلمان، بلکه خودش رو میخواد در ساحت جهانی ببینه. به همین دلیل فوتبال مسابقات جام جهانی براش مهمه. به همین دلیل وقتی لیونل مسی مثلا قرار در برابر ایران قرار بگیره، ده ها هزار حمله به اصطلاح سایبری به لیونل مسی میشه، چون احساس میکنه که او در برابر اینکه ایرانی میخواد در نظام جهانی خودش رو در نظام بالاتری ببینه سد شده. اینا رو دارم فاکتایی میدم که روش فکر بکنیم. حالا در یک چنین جهانی قدرت سیاسی ما میخواد به جوانان ما، به جامعه ما بگه خودتون رو با عناصر بومی تعریف بکنید، و من نمیدونم چقدر این سیاست میتونه موفق باشه. به همین دلیله که میگم ما باید همه مسائلم رو با توجه به مؤلفه‌های جهان جدید، زیست جهان جدید فهم بکنیم. یک ملت برای اینکه ملت باشه نیاز به تاریخ داره و نیاز به سنت داره. اما امروز جوانان ما رابطهشون با سنت داره روز به روز ضعیف میشه. وزارت کشور ما آیا نهادی داره، بخشی داره راجع به این مسائل بیاندیشه؟ فکر نمی کنم. یک ملت برای ملت شدن نیاز به سنت تاریخی داره، اما سنت احیا ناشده سنت نیست. سنت احیا ناشده جسد متعفن و به اصطلاح جسد متعفن و بوگند گرفته سنته. سنت باید هر دم تازه و تازه تر شد. اما جامعه ما و نهادهای سیاسی و اجرایی ما در برابر هر گونه تلاش که میکوشد باز تعریف جدیدی از سنت ارائه بده، به انهای گوناگون اونها رو حذف میکنه و سرکوب میکنه. یک ملت برای اینکه ملت بشه نیاز به امید ملی داره، نیاز به افتخار و غرور ملی داره، و امروز خود استهزایی ملی و خود بیزاری ملی جوانان ما رو در بر گرفته. فرار مغزها یکی از ایناست، مهاجرت های وسیع یکی از این اموره،
مهاجرت سرمایه های این کشور یکی از نشانه ها اینه. ما در برابر این امور چه می کنیم؟ آیا به این امور اساسا می اندیشیم؟ برای اینکه یک ملت ملت باشه باید همه اعضای ملت احساس کنن عضوی از این ملتن و با همه شهروندان برابرن. آیا این احساس در میان شهروندان ما هر روز داره بیشتر و بیشتر میشه؟ یا به قول یکی از بچه های اطلاعات میگفت که حتی اگر شهروندی اصل قانون اساسی رو که همه شهروندان با هم برابرن بخونه، از رو بخونه، اون رو یک جرم سیاسی تلقی میکنه. یک ملت برای اینکه ملت بشه نیاز به آینده داره، اما آیا امروز در میان مردم ما عزم ملی به سوی غایتی ملی و هدفی ملی وجود داره؟ آیا ما یک ایده وحدت بخشی داریم که همه کشور رو حول اون جمع بکنیم؟ خب ما نیازمند مشارکت اجتماعی هستیم. بحث از شوراها و مشارکت اجتماعی است، اما به اعتقاد من یک نکته را در طرح مسئله فراموش کردیم. ما باید راجع به مشارکت اجتماعی در جهان کنونی بیندیشیم. جامعه ما دیگه جامعه دو قرن پیش نیست. این مشارکت اجتماعی باید از لوازم جهان کنونی و زیست جهان کنونی تبعیت بکنه. یک نکته که در این کشور فهم نشده، هیچ یک از نهادهای این کشور این رو فهم نکردن، یک مقوله فلسفی رو خدمتون بگم: سوبژه ابژه نمیشه. سوبژه ابژه نمیشه، معنی سادش اینه که انسان رو نمیتوان تبدیل به شی کرد. انسان رو نمیتوان همچون یک شی مورد مدیریت سیاسی قرار داد. این انسان ویژگی های انسانی داره و آزادی بخشی از اونه، رأی داشتن یک بخشی از اونه، نظر داشتن بخشی از اونه. اگر شما مشارکت اجتماعی میخواید، این مشارکت مشارکت صندلی ها در یک سالن نیست. این مشارکت مشارکت پاره‌ای از درخت‌ها درون یک جنگل نیست. این مشارکت انسان‌ها درون یک سیستمه. اما اگر قرار انسانی درون یک سیستم مشارکت داشته باشه، باید احساس تعلق بکنه. و این احساس تعلق یا احساس تعلق مادی است، یعنی شما به من پول میدید به من میشم کارمند شما، یا باید احساس تعلق معنوی باشه، به این معنا که من اراده خودم رو و ایده خودم رو و اندیشه های خودم رو در سیستم میبینم. و به نظر من ما در این 40 سال در جهت واگرایی قدم زدیم و به نظر من تجربه سنگینی بود و ما باید جهت رو عوض کنیم. گام دوم انقلاب بعد از این 40 سال باید تلاش به سوی همگرایی باشه. و من همینجا به عنوان یک شهروند، به عنوان یک استاد دانشگاه اعلام میکنم، من بسیار به حال مملکت احساس نگرانی میکنم و من به قدرت سیاسی اعلام میکنم اگر میخواهی در برابر نظام جهانی مقاومت کنی، باید پشت جبهه گرم باشه. نمیتوان مردم رو مشارکت نداد اما بخواهی که از تو حمایت بکنه در برابر نظام جهانی. با سیاست بازی نمیشه، با سازمان های اطلاعاتی نمیشه. باید مردم احساس مشارکت کنن و این زمانی است که ایده های مردم در ساختار سیاسی اجتماعی ما و مطالباتشون پژواکش رو احساس بکنن. یک نکته ای که من بارها تکرار کردم و از اینکه تکراری پوزش میخوام، بعد از اینکه ما ایرانی ها در برابر تمدن جدید غرب قرار گرفتیم، وجدان اجتماعی ملت ما شکاف برداشت. ملت ما دو قطبی شد. گروهی که در زیست جهان عالم سنت زیست میکنن و گروهی که به زیست جهان عالم مدرن دل سپردن. این رو مثالاشو میبینیم. مردم ما تعطیلاتشون رو یه عده میرن عتبات عالیه، یه عده میرن ترکیه، آنتالیا و غیره در قالب مثال. یه عده رسانه‌شون صدا و سیمای جمهوری اسلامیه، یه عده رسانه‌شون من و توئه.
چه خوشمون بیاد چه بدو بیاد، چه غلط باشه چه درست، من دارم راجع واقعیت صحبت میکنم، دارم توصیف واقعیت میکنم، ارزش گذاری نمیکنم. اما تاریخ 200 ساله ما نشون داد این شکاف باعث شد ما در هر مرحله شکست بخوریم. انقلاب مشروطه به دلیل اینکه این دو قطب اجتماعی در برابر هم قرار گرفتن، یعنی مشروط خواهان در برابر مشروع خواهان قرار گرفتن، نهضت مشروطه شکست خورد و شیخ فضل الله نوری به دار رفت. نهضت بزرگ ملی نفت به دلیل اینکه بین سنتگرایان و نوگرایان ما، بین مصدق و کاشانی نزاع شد، کودتا شد و اون نهضت بزرگ دستاوردهاش رو از دست داد. حکومت پهلوی فقط شهروندان نوگرا رو دید و سنتگرایان رو شهروند درجه دو محسوب کرد و به حسابشون نیورد و سنتگرایان با برنامه‌های توسعه حکومت پهلوی سازگار نشدن، همکاری نکردن، چوب لای چرخ دولت پهلوی گذاشتن و آخر سر سرنگونش کردن. و متاسفانه همین خطا رو نظام جمهوری اسلامی داره تکرار میکنه. این بار فقط سنتگرایان ما شهروند درجه هستند و در واقع نوگرایان ما بچه هایی که در یک عالم دیگه هستند، بعد حجاب های ما، اینا هم به حال بخشی از بچه های ما هستند، اینها در واقع شهروند درجه دو محسوب میشن. ما اگر قراره بتوانیم اگر هدف این باشد که کشور ما کشور شود و بتوانیم بر بیماری مزمن توسعه نایافتگی که ریشه بسیار از بدبختی های ماست غلبه پیدا کنیم، ما باید بر این شکاف غلبه پیدا کنیم. هگل میگفت بزرگترین موضوع فلسفه سیاسی دوران مدرن این است که چگونه وحدت رو در عین کثرت و کثرت رو در عین وحدت ایجاد بکنیم، و این مسئله سیاسی ماست که هر دم خودش رو در دهه‌های مختلف، در انتخابات مختلف، این دو قطبیت خودش رو نشون میده و قطب نوگرای ما نماینده در ساختار قدرت سیاسی ما نداره. در دولت، در دولت خواب ممکنه نماینده داشته باشه، اما خب دولت ماشین امضاست، خیلی تاثیرگذار نیستش. لذا ما باید فرق قائل بشیم بین مشارکت مردم و شرکت مردم. ما معمولا میگیم مشارکت، اما مرادمون شرکت مردم. مردم در راه به مایی ها شرکت بکنن، مردم در انتخابات شرکت بکنن، بعدم بای بای برید تا 4 سال بعد. اگر ما مشارکت میخوایم، مشارکت سوژه هاست، مشارکت انسانیه و انسان رأی داره و این رأی مقابل تو ممکنه قرار بگیره. امروز خیلی دیر ما دعوت مشارکت میکنیم. یه چیز رو شما بگم، یکی از مهمترین مؤلفه‌های جهان کنونی سیطره اندیویدوالیسمه، سیطره فردیت گراییه. در سراسر جهان مردم نسبت به سرنوشت اجتماعی بی‌تفاوتن، حتی در دموکرات‌ترین کشورهای جهان هم مردم در انتخابات درصد کمیشون شرکت میکنن. یک نوع بی‌تفاوتی اجتماعی، اتمیزه شدن انسان‌ها و اینکه هر فرد در درون خودش، شما نمیدونم، حتما خیلیاتون در آپارتمان زندگی میکنید، من در آپارتمانی زندگی میکنم که 280 واحده، هر موقع انتخاب هیئت مدیره میشه فکر نمیکنم 5-6 خانواده بیشتر بیاد. یعنی مردم حتی نسبت به زندگی خودشون. لذا روزگار ما روزگار نیهیلیست، روزگار سیطره بی‌تفاوتی اجتماعی و در واقع بی تفاوتی، و این برای امنیت ملی کشور خیلی خطرناکه. ما گاهی وقتا ممکنه در جمع افرادی باشن نغمه ناساز میزنن و ما نغمه ناساز رو ببینیم، اما جور دیگری هم میشه دید، از افق بالاتری دید. درون یک ملت سازها و نغمه های بسیار بسیار گوناگون و متنوعی وجود داره، اما از ترکیب اونها سمفونی بسیار زیبایی ایجاد میشه. مهم نیست بعضی از نغمه ها، مهم نیست که بعضی از نغمه ها مخالف منه، مهم اینه که نغمه بخشی از کنسرتی است که در کشور من اجرا میشه. یک تجربه خدمتتون بگم، حوادث سال 88 بود،
من اعتقادی به در حضور در خیابان نداشتم، اما به خاطر اینکه بچه هام به اصطلاح کنترلشون بکنم و آسیب نبینم در خیابان بودم و همینجا بهتون میگم دوبار کتک خوردم و بدنم به اصطلاح سیاهم شد. اما بخش اعلامیه های زیادی امضا میشد و خیلی ها اعلامیه در حمایت از جنبش سبز اینا امضا میکردن و دو فرزند من انتظار داشتن که من هم یکی از این بیانیه ها رو به عنوان استاد دانشگاه امضا بکنم. یه بار پسرم با ترس و لرز گفت بابا ببخشید اما فکر نمی کنه تا مستاق همون حرف شریعتی شدی که فلاسفه پوفیوس های تاریخن و تو به عنوان یک اهل فلسفه هیچ اعلامیه امضا نمی کنی. پسرم به من گفت پوفیوس، اما خدا رو شکر کردم، چقدر از این فوش لذت بردم. پسرم همونی بود که من میخواستم. او نسبت به سرنوشت مردم احساس تعهد کرد. او یک عوضی نبود، نرفت دنبال سکس، نرفت دنبال دختربازی، نرفت دنبال راندخاری و مال مردم خوردن. او به خاطر حق و حقوق مردم به پدرش میگه پوفیوس، به جهنم که میگه پوفیوس. مگه من مهمم؟ مهم سرنوشت این بچه است و این بچه راهش رو پیدا کرده که نسبت به سرنوشت جامعهش احساس تعهد بکنه. مهم اینه که این ملت ملت بشه، مهم اینه که این کشور کشور بشه و کشور شدن این کشور از هر اصلی بالاتر، از هر اصلی بالاتر، از هر جریان سیاسی بالاتر. حرف آخرم اینه که فوکو فیلسوف پست مدرن اوائل انقلاب وارد ایران شد و گفت انقلاب ایران روح یک جهان بی روحه. اما بعدن این حرفش رو پس گرفت. حرف من اینه که ملت ما با تمام ارزش‌های بزرگی که داره میتواند روح یک جهان بی روح باشه در برابر نظام جهانی و نظم جهانی و نیهیلیسم جهان کنونی بیسته، اما به شرطها و شروطها. اولین شرطش اینه که قدرت سیاسی و ساختارهای اجرایی ما در واقع یک تحولی در بینش و ذهنیت خودش ایجاد کنه. اگر این بینش صورت نگیره، کماکان ما با بحران‌های بسیار زیادی مواجه خواهیم بود. از اینکه سرتون درد آوردم پوزش میخوام. سپاسگزارم. Just thought I'd say that.